بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه 3052 زن در افغانستان به سرطان پستان مبتلا می شوند که حدود 1726 تن، یعنی بیشتر از نیمی از این بیماران، جان می دهند. ماه پیری بیشتر از یک سال می شود که سرطان پستان دارد، اما چند ماه می شود که از بیماریش آگاه شده و به مرکز کنترل سرطان در شفاخانه جمهوریت آمده است. پزشکان می گویند که پیشرفته شدن بیماری او و بیخبریش از این بیماری سبب شده که با استفاده دارو موهای سر و ابروهایش را از دست بدهد و بخشهایی از بدنش سیاه و کبود شوند. می گفتن شیر کلوله شده و ترسات گپا را می زدن. باز آهسته آهسته به دکتر کرد، این دکتر باز گفت این مرض دانی. توبا که از ولایت بلخ به این شفاخانه آمده است میگوید که پزشکان در این ولایت نتوانسته بودند بیماری او را شناسایی کنند و پیشرفته شدن این بیماری سبب شده که او به کابل بیاید و جراحی شود. طرف چپم دگی بود، درد میگرد، سوزش خارش زیاد بدزامد شده بودند. روزانه نزدیک به 100 بیمار از ولایت‌های گوناگون کشور برای شناسایی بیماریشان به مرکز کنترل سرطان وزارت صحت‌عامه در شفاخانه جمهوریت می‌آیند که از این میان حدود 20% زنانی هستند که سرطان پستان دارند. تمام مریضایی که پیش ما مراجعه میکنه، ما وقتی که نزدشان سرطان تشخیص میشه، ما سیدیش مکمل میورداریم، چون ما مشکل ازی داریم که یک نوی از تداوی که او را رادیوتراپی میگن ما در افغانستان نداریم. آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهند که از میان 20,000 تنی که سالانه در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند، 15,000 تن جان می‌دهند و همه ساله بر شمار مبتلایان افزوده می‌شود. علت فقر می باشه، ژنتیک می باشه، ضمناً امی پولوشنی که از فضای افغانستان خودش باعث این مسائل می شه. مسئولان بخش برنامه ملی کنترل سرطان می گویند که در کنار کابل در ولایت های هرات و بلخ نیز مرکز کنترل سرطان ایجاد شده است، اما هنوز هم شناسایی بیماران سرطانی از سوی پزشکان دشوار است و شمار درشتی از بیماران در روستاها به علت این بیماری جان می دهند.